این جنگ رسانه‌ای تلاش داره میکنه که اسرائیل در ایران عادی سازی کنه و بسیاری از کسانی که خودشون بخشی از قدرت بودن در ایران هم در این نقش دارن، یعنی این کسایی که بخشی از نظام بودن زمانی و یکی از جناح‌ها بودن. آیا احمدی‌نژاد تا این لحظه 33120 دقیقه است که در مقابل کشتار بچه‌های غزه سکوت کرده و به این شکل باید گفت که همدست اسرائیل بوده؟ حالا من آیه احمدی‌نژاد گفتم بدون دروسی که حالا اگرچه اهمیتی شاید نداشته باشن در سپر سیاسی ایران، اما واقعا با به عنوان فرد من ازشون میپرسم که چطور میشه شما 23 روز تصاویر سلاخی شدن بچه‌ها رو دیده باشی و اصلا شخصا دلت خواسته باشه بیای بیرون و یه روزه‌ای بخونی، یه کلمه بگی که آقا بسته بسته. خب آقای میرحسین موسوی زمانی در این کشور نخست وزیر بوده، اصلا تو از نظام بریدی، میخوای براندازی کنی، هر کاری که میخوای بکن، ولی در مقابل این اتفاق اگر حرف نزنی، خب اصلا آدم به شک میکنه که تو زمانی انسان بودی یا نبودی. نکته کنایه قضیه اینه که نرگس محمدی درست یک روز قبل از این قضیه جایزه صلح نوبل میگیره، کلمش صلح. این آدم کسی باید باشه قاعدتا که اگه توی رواندا هم فردا بین قبیله توتسی و هوتسو دعوا بشه، باید پیام بده که آقا همدیگر رو نکشید، من به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 23 روز گذشته و نرگس محمدی یک کلمه حرف نزده.